سلام چهارشنبه ده آذر 89 اول دسامبر 2010 میلادی در مورد نه موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول این که آقای مهندس کیوان صمیمی بهبهانی از زندانیان سیاسی قهرمان ما از بند 350 اوین به زندان رجایی شهر منتقل شده مهندس صمیمی بهبهانی در ماجرای اعتصاب غذای تابستان گذشته زندانیان این بند از پیشتازان و مقاومترین زندانی های سیاسی جنبش بود خانوم شهلا جاهد که پرونده او یکی از جنجالی ترین پرونده های چندین سال گذشته ایران بوده سرانجام امروز اعدام شد علا اینکه بسیاری سازمان های بین از جمله سازمان اف بین‌الملل خواهان توقف حکم اعدام شده بودن پنجاه زندانی سیاسی هم اعلام شده که آزاد شدند اما حسب معمول بدون ذکر نام و مشخصات آنچنانی که چندی چند پیش هم صحبت از آزاد شدن 19 زندانی بود که بعضی از اونها کسانی بودند که دوره زندانی بودنشون و محکومیتشون بعد از یک سال تمام شده بود و باید آزاد می شدن نکته دوم اینکه به دلیل آلودگی هوا اصفهان هم روز گذشته تعطیل بود و امروز و فردا که ادارات و مدارس در تهران تعطیل هست بازار اعلام کرده که تعطیل نمیکنن به خصوص صنف تلاف فروش که همینطوری هم میگن ما در واقع چرخش کاری نداریم و حول و هوش آلودگی هوای تهران که نمونه بارز و روشن بیلیاقتی حکومت هستش و اهمیت ندادن به سلامت چندین میلیون نفر مطالب زیادی رو کارشناسا این روزها مطرح میکنن از جمله اینکه بسیاری کارشناسای نفتی معتقدند که بنزین های جدیدی که در کارخانجات پتروشیمی تولید میشه استاندارد لازم رو نداره و یکی از منشعهای آلودگی افزوده شده هوای به خصوص تهران هستش بعضی کارشناسه اظهار نگرانی میکنن که این سطح از آلودگی ممکن است که فاجعه سال 1952 لندن رو تکرار کنه که در ظرف چند روز چهار هزار نفر مردم مردن به هر صورت باز هم پیرو بحثهایی بحثایی که روزهای گذشته کردیم این است که با یک برنامه ریزی سریع و استفاده از امکانی که در همه کشورهای دنیا سالهاست به کار می آلودگی هوای تهران رو بیش از پنجاه شست درصد به سرعت میشه کاهش داد و این بلا رو بر سر چندین میلیون آدم نیاورد نکته سوم اینکه شرکت ایران خودرو دیزل اعلام کرده که کامیون جدیدی به نام فراز رو منتاج میکنه که در واقع کامیون CNHT چینی هستش و وقتی به این کامیون مراجعه میکنی دیده میشه که همون هوای چینی است که در ایران قتل عام کرده در واقع ظاهرا این بار این کامیون هوای چینی قراره به اسم فراز مردم ایران رو بکشه اگرچه ایران خود و دیزل گفته میخواد شفاف عمل کنه با مردم در میون بگذاره اما به نظر میرسه که وقتی که سر صدا در میاد اعتراض میشه صحبت از کشته شدن بیش از چند هزار نفر در جاده ها میشه از در بیرون میره و از پنجره به نام دیگه ای وارد میشه شایعات زیادی هم هست که پشت واردات این کامیون پر از اشکال و بیکیفیت به خصوص در سیستم ترمز مقاماتی از بیت رهبری پسرهای آقای خامنه ای و غیرو قرار دارن نکته چهارم این که وبلاگی به نام فرزندان ولایت نوشته که در روز عید قدیر که چند هزار نفر با آقای خامنه ای دیدار داشتن و بیعت بکنن خودشون گفتن 110 هزار نفر برای حل عکسی که ازش نگاه میکنه بیشتر از پنج هزار نفر نیستن یک بسیجی نابینا پیش آقای خامنه ای اومد و خواست که ایشون رو شفا بده آقای خامنه ای هم با زبانش به چشم ایشون کشید و این بسیجی بینا شد از اون حرفایی که دیگه برای آقای خامنه ای ادعای مسیح بودن و دم مسیحایی و معجزه پیامبرانه دارن قائل میشن به نظر میرسه که مشروعیت زائل شده آقای خامنه ای کسی که دستش به خون فرزندان این کشور آلوده است هزاران نفر رو در زندان ها نگه داشته و این همه فساد و دزدی زیر دستش انجام میشه دنبال مشروعیت تراشی به شکل موجز سازی هم رفتن و اخیرا یک گروهی از طلاب تربیت شده یا آقای مصباح یزدی و هزینه های میلیاردی که شده و به قول معروف طلبه ها میگن تو به اصطلاح وعاز مجتبا ساخته به اینها میگن ترگل و برگل بهشون میگن طلاب قم این به این طرف اون طرف رفتن و تو این یکی دو هفته چندین جا شنیده شده که در صحبت هایی که این وعاز مجتبا ساخته روحانیون ترگل و برگل جدید مطرح کردن گفتند که حتی مرجعیت زیر دست ولایت فقیه یعنی اون حجومی که به نهاد مرجعیت داشتند رو شدت دادن حال این روزها شایعه این که ممکن است آقای خامنه ای به قوم بره و در اونجا مستقر بشه هم شدت گرفته که اگر اینطوری بشه به این حساب تهران و اداره کشور به دست پسرش مشتبا سپرده خواهد شد دکتر پنجم که وزیر اطلاعات در مورد هواپیما ربایی و دستگیری اون هواپیما رو با مطرح کرده که آدم که هیچ سابقه امنیتی یا غیر امنیتی نداره فرد ضعیفی است اما ممکن است کار سرویس های جاسوسی باشه بسیار حرف های آشفته وزیر اطلاعات زده از جمله دا کرده که تمام مسئولین حوادث غرب کشور دست شناسایی شدن دستگیر شدن یا کشته شدن هست به معمول بدون این که اسمی از اونها بیارن بگن کیو گرفتن کیو کشتن و همه این ادعاها در شرایطی است که روز گذشته روز قبل از اون در تهران دو ترور بزرگ انجام شده یک بمب سومی در واقع منتشر شده و ابهام در ابهام از ترور این دو استاد فیزیک افزوده میشه به خصوص اینکه عکس ماشین آقای دکتر عباسی که چاپ شده و دیده میشه این نیست که به رگبار گلوله هم بسته شده و سایت جوان آنلاین که مال سپاهین رو تایید هم کرده بنابراین کماکان این ترورها در پرده ابهام باقی میمونه نکته ششم این که ده شرکت خارجی در اروپا و آسیا مشمول تحریم امریکا شدند این شرکت ها تاشون ثبت شده در جزیره که جزیره بین ایرلند و انگلیس هست ولی مقررات مادی انگلیس در اونها هست ثبت شدن یکیشون در سوئیس ثبت شد یکیشون در مالزی و همه اونها را از طریق رابطه با بانک ملت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تحریم هایی رو که وضع شده بوده شکنده بودن و برابر اطلاعیه اداره خزانداری امریکا مشمول تحریم قرار گرفتن نکته هفتم که سایت مشرق که نزدیک به کودتاچی ها هست اعلام کرده که مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایلام آقای داوود فراهانی صد میلیارد تومان اختلاس کرده و البته در زندان اما جالبه که این آدم از مدیران مورد تایید و حتی مورد علاقه آقای احمدی نژاد بوده نکته هشتم این که از اسناد ویکیلیکس که دائما داره منتشر میشه یکی هم است که در صحبت هایی که آقای رحیم مشایی و آقای رحیمی دو تن از نزدیکان آقای احمد نژاد داشتن چه به چینی ها چه به دیگران گفتند که مسائل اتمی را حاضرن کوتاه بیان و میخوان که مشکلات با آمریکا را حل کنند و با آمریکا رابطه داشته باشند. اما بحث آخر ما در ارتباط با مسئله استراتژی مرحله ای ما که مبتنی بر استراتژی کلانمون در واقع تمرکز داره روی برخورد با سپاه تشکیل شبکه های محلی و منطقی و آموزش عمومی و تمرکز ات... اکسیون که متناسب با بحران اقتصادی کشور در مسیر فلتسازی حکومت باشه در این چهارچوب حوزه سپاه رو صحبت کردیم حوزه شبکه های محلی رو صحبت کردیم از آموزش عمومی روزهای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد و به دنبال آکسیون اعتراضی بنزین که صحبت کردیم به سراغ آکسیون های دیگه خواهیم رفت تا به این ترتیب دیده بشه که چگونه مجموع اینها با هم دیگه می که حکومت رو به زیر بکشه چیزی که بسیار بسیار واجبه که برای مردم توضیح داده بشه در این خصوص باز هم روزهای آینده صحبت خواهیم کردند که سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایران